گاه یک ستاره، تنها و تنها یک ستاره میتواند حتی در کف یک پیاله آب خواب هزار آسمان آسوده ببیند. درنگی بر داستانهای ایران و جهان، ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخان. داستان کشتی متروک. آرتور، بهتره برای خودت کمی قهوه بریزی، اینطور که معلومه شب سرد طولانی در پیش داریم. درسته، باید همین کارو بکنم دوستم. خب آقای کنت، میتونی تعریف کنی چه اتفاقی افتاده؟ آقای هولمز، عذر میخوام که دیر وقت مزاحمتون شدم، اما مسئله فوری پیش اومده بود. تمام دارایی‌هامو از دست دادم، حدود 40,000 پوند. به نظر میاد موضوع مربوط به فعالیت اقتصادی در زمینه کشتیرانی باشه. درست، اما شما چطور فهمیدی؟ خب چون این بسته گره ملوانی خورده. کاملا درسته، این بارنامه یک کشتی منه. یکی از ملوانا گزارش داده کشتی تندرو باد غربی امشب از کشور شیلی به اینجا رسیده، حدود 1 ساعت قبل دیده شده، ولی چراغاش روشن نیست، روی عرشم خبری از خدمه کشتی نبود. شما مطمئنید کسی که این خبر رو داده کشتی شما رو اشتباه نگرفته؟ هری از بچه های قدیمی بندره، حتی یه سایه رو تو شب تشخیص میده. من بهش اعتماد دارم، ازش خواستم ما رو به اون کشتی ببره، البته اگه شما قبول کنید. جالبه، قدم هم نبودند. بار کشتیتون چی بوده آقای کنت؟ کشتی من محموله ارزشمندی شامل قهوه و مواد غذایی از آمریکای جنوبی داشت. بی خود نیست مدتی قیمت قهوه تغییر میکنه. بیش از این سابقه نارضایتی یا شورش بین خدمه کشتی داشتید؟ خیر آقای هولمز، تا حالا هیچ مشکلی با خدمه نداشتم، در ضمن تاییدیه گذرنامه هامونم موجوده. ما هیچ وقت نه تو کار قاچاق بودیم نه کار خلافی انجام دادیم. من از تمام موارد اطلاع دارم. با این حساب باید اتفاق عجیبی در کشتی باد غربی رخ داده باشه. باید بفهمید چه اتفاقی افتاده. فکر کردم شما بتونید به من کمک کنید. این دوست شما اسمش هری قربان، اون الان برای بردن ما به کشتی آماده است؟ بله قربان، بله، قرار ساعت 1 شب دهانه رود تیمز با قایقش دنبالم بیاد. واتسون، بله، اگه میخوای به ما ملحق شی آماده شو. حتما. سه روز منتظر اومدن کشتی بودم تا این که امشب رسید، اما نه صدایی از اون به گوش میرسه و نه نوری به چشم میخوره. کشتی تو تاریکی شب مثل یه شبح شده. هری، عجله کن، ما باید هر زودتر بهش برسیم. تو این شب مهالود به سختی میشه چیزی رو دید. کسی همراه شما بود؟ نه خیر، اول من متوجه اومدن کشتی شدم، با عجله برگشتم تا به آقای کنت خبر بدم. کشتی همین اطراف سرگردون بود. آقا تا اونجاست، سمت چپ، برو سمتش. گفتم که اینجا اطاعت. هولمز، چشمای تو مثل اوغابه. آه درسته، باد غربیه، درسته. هی کسی اونجاست؟ کسی صدای منو میشنوه؟ گویا کشتی ارواحه. هری برو کنار اون تناب که از کشتی آویزونه، باید برم رو عرشه ببینم چه خبره. برو برو. مراقب باشید آقای کنت، ممکن افرادی توی کشتی باشن. مراقبم، وقتی رسیدم بالای عرشه نردبون رو میندازم پایین برای شما. هولمز، نگاه کن چطور از تناب میره بالا. شخصه که آقای کنت سالهای زیادی به کار دریا مشغول. فقط 15 سالش با هم بودیم. کار دریا سخته، فقط باید دل و جرأت داشت. البته کار هر کسی نیست، ما هم که میبینید اینجا این دیگه عادت کردیم، خودمون هم نخواهیم دریا ما رو صدا بزنه. کاروارتون چطوره؟ بستگی داره، اگه جرأت داشته باشی و بری تو کار قاچاق بهترم میشه. بله. دردمونو براتون میندازم، بگیریدش، بکر بگیریدش، بیاین بالا، از طلب بگیرید. مراقب باش
ماشین آقای واتسون. خدای من، اولین بار از همچین نردبونی میخوام بالا برم. اول تو برو هولمز. نگران نباش واتسون، دنبالم بیا. آقای هری مواظب بده. بله بله، گرچه کمی سخته اما باید قلقش دستت بیاد. مراقب باش هولمز، باید تنابو محکم بگیری. منم پشت سرت دارم میام. مراقب باشی تنها پیش نخوره. آه مواظبم، دیگه چیزی نمونده، دارم میرسم. دست تو رو بدیم به من. یواش یواش. ممنونم آقای کنت، تجربه جالبی بود. خواهش میکنم، اینطور که معلومه هیچ کس روی عرشه نیست. بله، یه نفرم اینجا نیست. بهتره سراغ انبار نگهداری بار بریم. حتما خدمه بارهای کشتی رو با خودشون بردم. کمک، یکی دستم رو بگیرم. باتون عزیز، دستت رو بده به من. دیگه رسیدیم. تو عمرم همچی کاری نکرده بودم، ولی جالب بود. ممنونم هری. قابلی نداره. حالا که همه اینجا هستیم بهتره به انبارم سری بزنیم. آه بله، بفرمایی نزید از این. همونطور که گفتم، میبینی زندگی ویران شده. اینجا کاملا خالیه. قدمی دوز بارای کشی رو برداشتن و غیبشون زدیم. آخ زندگیم نابود شد، نابود، برشکست شده آقای اولز. ولی هنوز کشتی رو داری؟ میدونستم اون بیشرفات، حتما یه غلطی کردم. آقای کنت اونجا رو. ای شما یارو اینجا چیکار میکنید؟ زود بزنه بچه ها، این کشتی مال ماست. چه؟ مال شما؟ آره. باید بگم که کشتی باد غربی قانوناً متعلق به منه. تو دیگه کی هستی؟ شاید قبلا اینطوری بوده، اما از این به بعد مال جانی مکتاوه. یه لحظه صبر کنید آقا، شما چطور فهمیدید؟ خب وقتی من و تام داشتیم و قایقای ماهیگیریمون به سمت سوال میرفتیم، این کشتی رو روی آب دیدیم و سوارش شدیم. اول فکر کردیم اتفاقی برای خدمه افتاده یا کشتی مشکلی داره، ولی هیچکی تو کشتی نبود. طبق قانون نجات کشتی از خطر، این کشتی الان مال ما شده. هری؟ بله. چرا وقتی دیدی که کشتی روی آب شده باره به کسی توش نیست، گذاشتی خالی ببونه؟ ببخشید آقای کنت، اینقدر از دیدن کشتی خالی و ساکت غافل گیر شده بودم که فقط با سرعت اومدم تا بهتون اطلاع بدم. فراموش کردم کسی رو بفرستم سوار کشتی بشه، ببخشید. نه نه، من اجازه نمیدم کشتی متصاب کنی. وقتی که هولمز، اونا هم دیگه رو میکشن. کمک کن جلوشی رو بگیری. باش آقا چشم. ای برو، حالا مجانی صاحب کشتی میشید. بگیر. بس کنید آقا، بس کنید. باشید لعنتی ها، لعنتی کشتی بارام. آخه مگه نمیبینی چه بلایی سرم اومده؟ بذارین حقا چه بذارم کم بدن. یارو نمیتونی سرم کلا بذاری، اینه بدو. ساکت باش بستر. با این روش خیلی سخت میتونید به کشتی و محمولش برسید. احتمالا بهترین راه اینه که همه چیزو به پلیس گزارش بدیم. آه بله بله بله، حالا که کشتی لنگر انداخته تحت اختیار قانونی پلیس در میاد. بله، اما هنوز از شما میخوام کمکم کنین. هر چقدر لازم باشه دستمزدتون رو میپردازم، فقط کشتی و بارش رو برام پس بگیرید آقای اولف. آقا همینطور خدمش. مشخصه که خدمه محموله کشتی رو به سرقت بردن. اگه بارای کشتی رو پیدا کنین خدمم پیدا میشن. گفتید که قهوه و مواد خوراکی از آمریکای جنوبی وارد میکردید. بله بله. یعنی این اجناس انقدر آماده به فروش در بازار بود که خدمه مستقیما اونا رو برای فروختن ببرن؟ فروش مواد خوراکی معمولا خیلی آسونه، مخفی کردن معاملش هم ساده است. آقا هولمز مراقب باش، اینجا تاریکه. چیزی نشد واتسون، باید بیشتر مراقب باشم. نگاه کن ببین کتم چیزی شده یا نه. نه 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 نه، دستت که درد نمی کنه. شاید کمی دوچاره کوفتگی بشه. خوبم خوبم. آقای کنت، از یه به شکل خاصی برام چالش برانگیزه، به شما کمک میکنم. خیلی خوبه آقا، خیلی خوبه. با این حساب شاید بتونم معموله رو با کمی خسارت پیدا کنم. امیدوارم. خب این خدای من، این چه بویه؟ هولمز
داری چیکار میکنی؟ آزمایشات تموم نشده؟ آواتون، زیر این میکروسکوپ میشه به نتایج جالبی رسید. رو نمونه های کشتی کار میکنی؟ من عمدن خودم رو روی زمین انداختم تا بتونم مقداری از باقی مونده های محمول را از روی زمین بردارم. با آزمایش شیمیایی شاید به مسئله جالب و غیر منتظره ای پی ببرم. اگه بار کشتی کنه تمونی باشه که دعا میکنه، حالا باید بتونیم یک فنجان قهوه بنوشیم. هولمز، من که لب به این ترکیب چرک و کثیف نمیزنم. تو رو سرزنش نمیکنم. این ماده نیترات سدیمه، ماده شیمیایی که برای ساخت باروت ازش استفاده میشه. هولمز، وقت داری درباره موضوعی با هم صحبت کنی؟ دابل استریت، چقدر از دیدنت خوشحالم. کاملا به موقع اومدی، بیا. راستش خبرهایی درباره فعالیت‌های مشکوک در مورد بارگیری مواد منفجره در بندر پورتسموث به دستمون رسیده. می‌خواستم درباره‌اش با تو صحبت کنم. اتفاقا ما مشغول پیدا کردن کشتی باد غربی هستیم. بازرس، کشتی باد غربی؟ اینطور که مشخصه، نقل و انتقالاتی به شکل غیر قانونی در حال انجام. بازرس، دو شب پیش کشتی به اسم باد غربی بدون خدمه و محموله در بین آبها رها شده بود. آقای کنت که صاحب این کشتی از ما خواسته تا به محل محموله و خدمش دست پیدا کنیم. خب به نظرت این دو مقوله میتونن به هم ربط داشته باشن؟ من منتظر پیامی هستم. تمام حدس و گمانم بستگی به اون داره. میدونید بارش چی بوده؟ اینطور که خودش میگه قهوه، اما آزمایشات من چیز دیگه ای میگه. بفرمایید تو خانم واتسون. آقا، این نامه رو جیمز کوچولو براتون. جیمز، بالاخره موفق شدی این پیامو برام بفرسته. ممنونم. سازماندهی پسر بچه های ولگرد قانون شکن برای خدمت کردن به قانون راه خیلی خوبیه. شما با این کارتون اونا را از گرفتار شدن تو گروه های تبهکار نجات دادیم. باید دید جیمز چه چیزی فهمیده. من مکانهایی رو که شما گفتید گشتم، جایی که پناهندگانی از بالکان هستند و نقشه می کشن تا امپراتوری اتریش مجارستان رو سرنگون کنند. اونها میگن اگر تفنگ و بارود داشتن میتونستن امپراتور رو از پا در بیارن. اونها حاضرن برای یک محموله بارود £500,000 بپردازن. £500,000؟ چه پولایی که برای کارهای خلاف خرج نمیشه، گرونتر از هر ماده خوراکی. پس به نظرت کشتی باد غربی هم تو این پرونده نقش داره؟ احتمالاً کسی از کشتی کنت استفاده کرده تا باروت وارد کنه. حالا باید بفهمیم که کدوم کشتی میخواد این محموله رو به بالکان قاچاق کنه. بفرمایید داخل. آقای لوید؟ بله بفرمایید. خودم هستم. هولمز هستم، کارگاه شرلک هولمز. درباره کشتی باد غربی میخواستم با اتون صحبت کنم. بله بله، خیلی از دیدنتون خوشحالم آقای هولمز. منشیم درباره تون گفته بود، بفرمایید بنشینید. ممنونم آقا. میخواستم درباره اتفاقی که برای کشتی افتاده ازتون بپرسم. عاقبت اون کشتی چی میشه؟ هیچ شکی نیست آقای هولمز که اون دو ماهیگیر با توجه به قانون نجات کشتی از خطر صاحب کشتی کنت میشن. یعنی کنت بیچاره کشتیش رو از دست داده، محموله کشتیش رو تغییر و بعد به سرقت بردن و حالا اون یک شکست خورده است. البته اثبات این مدعا میتونه طول بکشه. در رابطه با کشتیایی که مجوز حمل بار از کانال‌های آبی دارن میتونم به اطلاعاتی دست پیدا کنم آقای لوید؟ اجازه بدید. این هم اطلاعاتی که شما دنبالش هستید. اینها کشتیایی هستند که مجوز حمل بار از راه کانال‌های آبی رو در 2 روز گذشته داشتند. فقط 3 کشتی. بفرمایید خودتون ببینید. کوتاروار، این اسم یه اسم بالکانی باید باشه. بله. این کشتی الان در لنگرگاه بندر پورتسموث. اگه نتیجه گیری من درست باشه، محموله نیترات سدیم الان در اون کشتی قرار داره. عجب. پس بیا به کنت خبر بدیم که ماجرا چیه. هولمز، بذار حداقل کورسوی امیدی به این مرد بیچاره بتابه. ما بهش خبر میدیم.
اما باید ببینم اون چه حرکتی میکنه. برای رفتن به پورتسموث آماده شو واتسون. تو میخوای بری به پورتسموث؟ تلفن چی؟ دفتر کشتیرانی آقای کنت لطفاً. آقای کنت، کارگاه شرلوک هولمز هستم. بله، فکر میکنم فهمیدیم که محموله کشتی شما الان کدوم بندره. وقت نیست الان توضیح بدم. من و دکتر واتسون باید خیلی زود سوار قطاری بشیم که محموله کشتی شما الان اونجاست. وقتی پیداش کنیم بقیه ماجرا مشخص میشه. من گیج شدم هولمز. میدونم که تو برنامه دقیق حرکت تمام قطارها رو از حفظی. ما چند ساعت برای حرکت قطار بعدی به پورتسموث معطل شدیم. پس چرا به کنت گفتی که باید فوراً بریم و سوار قطار بشیم؟ درسته واتسون، قطار بعدی 3 ساعت دیگه حرکت میکنه. این مسئله باعث میشه تا برای اقدام آقای کنت مهلت بدیم. تو منتظر چی هستی؟ دسته بالا، باید این یاروان از قطار برسه بیرون. شما کی هستید؟ منتظر همین لحظه بودم آقایون. به پلیس خبر بده هولمز. نمیتونی بذارم شو بسر. اگر نمیخوای پلیس دستگیر بکنه به پمیرو و به پر فرار کن. حرفه بعد مطمئن شید به کسی که حمله میکنید کشتی باریس و برد نباشه. آی شمرم، اونا خودشون از قطار انداختن بیرون. حالت خوبه واتسون؟ من خوبم. حالت تو چطوره؟ خوبم. چرا به ما حمله کردن؟ تا رسیدن به پورتسموث به صندلی تکیه بده و استراحت کن واتسون. نه، من به عنوان رئیس بندرگاه باید از این موضوع خبر داشته باشم، اما کشتی به اسم کتر هوار اینجا لنگر نگرفته. چند تا کشتی با مجوز حمله بار تو این لنگرگاه هستن؟ بذارید ببینم، فکر کنم 6 یا 7 کشتی برای بارگیری یا تخلیه اینجا هستن. هولمز، چطوره به کشتی های بخار سرکشی کنیم؟ از اطلاعاتی که بهمون دادید ممنونم آقای استوارت. خواهش میکنم آقای هولمز، من در خدمت شما هستم. این افراد خدمه این کشتی هستن آقای استوارت؟ بله، این کشتی تازه رسید. موضوع چیه؟ من پزشک هستم، میتونم کمکی بهشون بکنم؟ اینطور که معلومه خدمه حال خوبی نداره. بیشتر به خاطر رنگی که دارن توی کشتی استفاده میکنن، بوی رنگ به بعضی افراد آسیب میزن. ولی با اجازه شما بهتره معاینشون کنم، شاید مشکل دیگه ای داشته باشم. بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید. موارد دیگه ای هم بوده که خدمه دچار مشکل شده باشن؟ بله، این اتفاقات بین خدمه کشتی متداوله. نه هولمز، این به خاطر رنگ نیست. اطراف دهنشون زرد رنگ شده. پس به خاطر چی میتونه باشه؟ محموله داخل کشتی این افراد رو مسموم کرده آقای استوارت. محموله کشتی؟ یکی از نشانه های مشخص مسمومیت با نیترات زرد شدن اطراف دهانه. حتما وقتی داشتن کار رنگ‌آمیزی رو انجام میدادن با نیترات سدیم زیاد تماس داشتن. درست میگی هولمز، اما چرا رنگ‌کاری؟ برای مخفی کردن هویت واقعی کشتی. باید بفهمیم کدوم کشتی بوده. فوراً تلگرافی برای بازرس لستریت در اسکاتلند یارد ارسال کنیم. پاسخ سریع بازرس اهمیت زیادی داره. باید سوار قایق تندرو بشیم و به تحقیقمون ادامه بدیم. تو این هوای تاریک آسون نیست کشتی که رنگ سیاه خورده پیدا کنیم. همین الان تلگراف میزنم آقای هولمز. چه تصادف جالبی که شما هم نزدیک بندر بودید بازرس. خبرهای نگران کننده از این بندر به دستمون رسیده دکتر. نگاه کنید، کشتی اونجاست. خودشه، باید دستور توقف بدید. موتور روی کشتی رو خاموش کنید. شما هنوز در محدوده آبهای بریتانیا هستید. تقاضا
تقاضا میکنم توقف کنید تا ما سوار کشتی بشیم. میتونید با قایق کمکی سوار کشتی بشیم، ما شما رو بالا میکشیم. خوشحالم که مثل دفعه قبل از تناب بالا نمیرم. با تناب؟ قطعیش طولانی الستریت. من باز رس لستریت از اسکاتلند یارد هستم، ایشون هم کارگاه شرلوک هولمز و دستیارشون دکتر واتسون هستن. سلام آقایون، خیلی خوش آمدید. نمیدونم دنبال چی میگردید اما کشتی من در اختیار شماست. خب باید خانه کشتی رو بازرسی کنیم کاپیتان. ولی ما فقط اجناس پارچه‌ای هم می‌کنیم قربان. همونطور که می‌بینید بارنامه‌مون همین رو نشون میده. می‌تونیم انبار کشتی رو ببینیم؟ بله، از این طرف. بریم. کار ما همیشه نقل و انتقال محموله‌های بی‌دردسر بود. هیچ وقت نه تو کار قاچاق بودیم و نه خلاف. این بخش‌هایی که اینجا می‌بینید جزء اجناس توی خن هستن. می‌تونید نگاهی بهشون بکنید. بله، حتما. خب اینا اجناس پارچه‌ای هستن همونطور که توی برنامه ذکر شده. متاسفم گویا اشتباه شده کاپیتان. من که گفتم پس کشتی میتونه را بیفته. میدونید که تأخیر باعث ضرر مالی میشه. یعنی اشتباه کردیم؟ اجازه بده واتسون. کاپیتان ممکنه لطفاً اسمی رو که روی این زنگه و با رنگ پوشوندید بخونید؟ اون زنگ در اصل مال ما نبود، زنگ ما شکسته بود. من این زنگ رو دیروز خریدم، ما روش رنگ زدیم تا اسم قبلیشو بپوشونیم. بازرس؟ شاید کپسن کشتی به همین شکل تلاش کرده روی محمولی اصلی کشتی رو هم بپوشونه. ما باید انبار کشتی رو بگردیم. انبارتون اونجاست؟ شما فقط دارید وقتتون رو تلف میکنید. کپتان شما خیلی نگران وقت هستید. به هر حال ما به کارمون ادامه میدیم. ولی شما کار ما رو مختل میکنید. خدای من هولد، تو موفق شدی. اینا نیترات سدیم هستن. درسته واتسون، مطمئن باش که بعضی از خدمه این کشتی همون خدمه ناپدید شده یه کشتی آقای کنت هستند. اونا برای انتقال این بار کشتیشون رو تغییر دادن. هولمز سب کن تا کنت این خبر خوشو از تو بشنبه. باز دست لسترید این خبر خوشو موقعی دستگیری بهش میده. هولمز کنت که مرتکب جرمی نشده. اون مجرمه. اول برنامه کشتیشو تغییر داد، بعد وارمود کرد که کشتیشو از دست داده تا از بیمه خسارت بگیره. محموله کشتی رو به شکل غیر قانونی جابجا کرد و سعی کرد به شکل قاچاقی بفروشه. ولی تو هیچ مدرکی برای این اتهامات نداری؟ چطور اون دو مرد ماهیگیر تونستن وارد کشتی کنت بشن؟ مگر اینکه دستیار کنت یعنی هری با قایقش اونا رو رسونده باشه. چون وقتی ما اطراف کشتی میگشتیم هیچ قایق دیگه ای اونجا ندیدیم. وقتی من به کنت گفتم که ما میریم دنبال محموله کشتی بدون اینکه مقصد رو بهش بگم، اون میدونست جانی و تام رو کجا دنبال ما بفرسته تا مانع سفرمون بشن. کنت مغز متفکر این نقشه است. احتمالاً متوجه شده که لو رفته و حالا جایی که فکر میکنه کسی دنبالش نمیگرده مخفی شده. یعنی کشتی بادبانیش؟ صداتونو در نیارید، خیلی آرام. خدای من، من جلو میرم، شما بهتر مخفی بشید. مراقب باش هولمز، من لستریت پشتتی. نگاه کن کنت اونجاست. اونجا کیه؟ من اینجا هستم آقای کنت. تو هستی که هولمز اینجا چی کار میکنی؟ میشه بگی چه خبره؟ تو گفته بودی که محموله کشتی رو پیدا کردیم. ما محموله گم شده کشتی تو رو پیدا کردیم، همینطور خدمه شو. حالا هم اومدم دنبال تو. همه چیز معلوم شد آقای کنت.
فرار بیفاید است. دستت به من نمیرسه آقای هول. اسلحت رو بذار کنار. میدونی که اینطوری جرم سنگین تر میشه. اگه جلوتر بیا خودم رو میدازم تو آب. برو آقا. راهی برای فرار نداری کنت. برو. میدونی که اگه بخوای جلو بیای پهت میشی پایین. آقای کنت جایی برای فرار نداری. با این تناب دستاشو ببندی دکتر واتسون. حتما. متاسفم آقای کنت، شما همه ما رو گول زدید. تو هولمز رو استخدام کرده بودی تا دروغات رو تایید کنه، یعنی از دست دادن کشتی، خدمه و معموله شو. تو یه بازنده ای. لعنت به تو هولمز. شما هم مثل بیشتر افرادی که با حیله‌گری نقشه میکشن توانایی کسایی که طرف قانون هستن رو دست کم گرفته بودید. از کمکتون ممنونم آقای هولمز. خوشحالم که پرونده کشتی متروک و قاچاق مواد منفجره به پایان رسید.